تو ویدیو میخوام بهتون آموزش درست کردن ماست خیار بدم. شاید خیلیاتون بگین که درست کردن ماست خیار کاری نداره، ولی هستن کسایی که حتی یه نیمرو نمیتونن درست بکنن. برای درست کردن ماست خیار ما احتیاج به خیار داریم، پیاز چه قسمت سفیدش رو فقط داریم، ماست داریم به ترک ماستتون یا چکیده باشه یا ماست یونانی باشه و یا کلا ماستی باشه که سفت باشه. پودر گل سرخ احتیاج داریم، فلفل سیاه میخوایم، پودر نعنا خشک، کمی هم نمک. تمام چیزایی هستش که ما برای درست کردن ماست و خیار بهش احتیاج داریم. من خیار رو از قبل ریز کردم، خوردش کردم، با پوست هم هست چون پوستش کلی خودش ویتامین داره. این نکته رو دقت داشته باشین، خیار رو اگه رنده میخواییم بکنین، خیار وقتی رنده میشه آب میندازه، آبش رو بگیریم بعد خود گوشت خیار رو به ماستتون اضافه بکنیم، چون اگه این کار نکنیم ماست خیارتون شل میشه. نکته هستش که باید حتما بهش دقت داشته باشیم. بعضی به جای پیاز چه پیاز هم حتی خورد میکنن توش میزن یا رنده ریز میکنن بهش اضافه میکنن، اونم میشه، ولی پیاز چه خوبیش اینه که زیاد دهنتون بو نمیگیره، اسانسش ملایم تره تا خود پیاز. میشه ما خورد میکنیم اینا رو. این هر چقدر ریستر باشه بهتر، ولی چون میخوام سریع درست کنم بره یه ذره درشت میشه. اگر طعم پیازم خوشتون نمیاد میتونین توش نریزین. بعضی حتی کمی شیوید تازه هم بهش اضافه میکنن، شیوید تازه خورد شده، مثلا کسایی که چربی خون دارن برشون خیلی مفیده، اونم خوشمزه میشه و خیلی خوب در میاد. این اسمای پیاز چه رو نمیریزیم برای اینکه سبزه از یه جالب هم نمیشه. ماست داشتیم، ماستمونم حتما سعی کنیم که ماست چکیده باشه یا ماست یونانی یا ماستی باشه که قشن سفت باشه، مثل این ببینیم یعنی حسابی خوب و سفته. چون خیارم که توش میره بالاخره آب میندازه کمی و ماست و خیارتون شل میشه. اگه ماستتون هم شل باشه یه خیلی آبکی میشه و مثل آب دو خیار میشه در روی. خب حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. فلفل سیاه داشتیم به دلخواه، هر چه که دوست داریم بهش اضافه میکنیم. پودر گل سرخ یا گل محمدی داریم، این طعم خیلی خوبی به ماست و خیار میده. اگه تا حالا امتحان نکردی امتحانش بکنیم. مثلا کسی هم که یبوست دارن یا کمی کلسترول دارن این پودر گل محمدی خیلی بهشون کمک میکنه. پودر نعنا خوش داریم، شما میتونید کمی مرزه و مرزه و ترخون خوش شده هم اگه بهش اضافه کنیم خیلی طعمه خوبی میده به ماست و خیارتون، سلیقه دیگه هرچی رو که دوست داریم. بعد بهش نمک اضافه میکنیم. یه پیشنهادی که من دارم واسه درست کردن ماست و خیار اونم اینه که بذارین حتما این یک ساعت ادویه‌اش داخلش بمونه، مثلا سبزیجاتش، تا قشنگ عطرشون رو آزاد بکنم و خیلی ماست و خیارتون خوشمزه تر میشه. همون لحظه که تا درست کردی نیارین یا نخورین. اینا رو بذاریم و بذارینش تو یخچال یک ساعت بمونه، بعدش بیارین که همه غذا استفادهش بکنیم، اونجوری خیلی خوشمزه تر میشه. تمام عطر خیار و پیازشو نعنا توی ماستتون آزاد میشه.
یه ماسه خیار خیلی ساده و خوب و خوشمزه شد. حالا یه چیز دیگه هم داره، اگه به این روغن زیتون اضافه بکنین میشه یه جور ماسه خیار یونانی، اونم که دل بخواه میتونین اضافه کنین میتونین نکنین. مثلا اطلاعاتون گفتن که این کارم میتونین بکنین و اونم خیلی خوشمزه میشه و مفیدم هستش.